give us a brief update what happened. ارزیابی شما در مورد حمله امروز در دمشق و آخرین اخباری که از اون منتشر شده چی هست؟ Well, it seems that most reports are attributing an airstrike on the what's considered the Iranian. بر اساس گزارش‌ها به نظر می‌رسد یک مجتمع دیپلماتیک متعلق به جمهوری اسلامی در دمشق مورد حمله قرار گرفته و یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران را کشته است. این حمله را به اسرائیل منتسب می‌کنند که نشان می‌دهد تخاصم میان نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و اسرائیل بالا گرفته است. به ویژه اینکه در ساعات آخر شب پیش از آن شاهد بودیم که شبه نظامیان عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی حمله پهپادی یا هوایی به یک پایگاه در ایلات در جنوب اسرائیل داشتند. شاهد افزایش درگیری میان نیابتی های جمهوری اسلامی و اسرائیل هستیم. Which infiltrated from Jordan into Israeli airspace. و متعاقب آن بود که اسرائیل حمله تلافی جویانه علیه فرمانده سپاه را انجام داد. چیزی که به نظرم همه ما در مورد آن باید در حال هشدار باشیم، به ویژه که می دانیم به روز جمعه یا همان روز قدس نزدیک می شویم. و همانطور که بینندگان شما با خبر هستند، آخرین جمعه ماه رمضان از سوی آیت الله خمینی در سال 1979 به عنوان روز قدس برای همراه کردن کشورهای مسلمان علیه اسرائیل در این روز بود. Do you foresee any possible wider escalation? آیا انتظار افزایش درگیری‌ها در منطقه از سوی جمهوری اسلامی یا نیابتی‌های جمهوری اسلامی وجود داره؟ What we've seen the Islamic Republic do very successfully to date. چیزی که جمهوری اسلامی با موفقیت انجام می‌دهد فعال کردن حلقه نیروهای نیابتی است تا از هر گونه حمله تلافی جویانه به خاک ایران جلوگیری شود و در این استراتژی موفق بودند. اگر یادتان باشد مقامات اسرائیلی از جمله نخست وزیر سابق اسرائیل نفتالی بنت میگفتند باید به سر اختاپوس یا برخی میگویند به سر مار باید حمله کرد که منظورشان رژیم جمهوری اسلامی است. پس شاید زمانی باشد تا اسرائیل و غرب به واکنش به نیابتی ها خاتمه داده و حملات خود را روی رژیم و هدفهای آن انجام دهند. من انتظار دارم درگیری بالا بگیرد، ولی فکر نمی کنم جمهوری اسلامی هنوز توانسته باشد این را حذف کند که حماس که یکی از اصیل‌ترین نیابتی های آنهاست در حال از بین رفتن از سوی نیروهای ارتش اسرائیل است. حماس در نفس های آخر به سر می برد. اسرائیل می گوید از آنها فقط 4 گردان در رفح باقی مانده و به نظر می رسد اسرائیل و دولت جو بایدن به نوعی تفاهم رسیدند که انتظار می رود به زودی اسرائیل وارد رفح شود و این هفته شاهد بودیم که دولت بایدن اعلام کرد تسلیحات بیشتری به اسرائیل می دهد. برای همین فکر کنم برای رژیم جمهوری اسلامی سخت است بپذیرد یکی از نیابتی های اصلیش که میلیون ها دلار خرج و هزینه آن شد در حال از بین رفتن از سوی اسرائیل است. در نتیجه جای تعجب نخواهد بود اگر رژیم دیگر نیابتی های خود را فعال کند تا امیدی برای نجات دادن حماس داشته باشد. Which it poured billions of dollars and training and funding into is about to meet its demise at the hands of Israel. And so I wouldn't be surprised if the regime does try to continue to activate its other proxies in the hopes of finding a way to try to keep Hamas alive. What would be the best way to go through for you at this U.S. administration? با توجه به استکاک‌های بین دولت آمریکا و دولت اسرائیل در روزهای آخر، واکنش آمریکا تا کنون به این حمله چه بوده و چگونه باید باشد؟ We have seen friction, as you said, between the Biden administration. همانطور که گفتید ما شاهد استحقاق‌های بین دولت جو بایدن و دولت اسرائیل به ویژه در خصوص چگونگی وضعیت غیر نظامیان در غزه بوده ایم. ولی همین هفته در واشنگتن پست گزارش شد که آمریکا به ارسال تسلیحات به اسرائیل ادامه می‌دهد. فکر کنم حتی دولت جو بایدن و جناح چپ افراطی حزب دموکرات که فشار زیادی روی دولت جو بایدن وارد می‌کنند، شاهد وقایعی که در حال روی دادن است هستند و جناح روسیه، چین، جمهوری اسلامی را می‌بینند که با شماری بازیگر دیگر از جمله ونزوئلا و کره شمالی و دیگران هم دست شده.
امکان ندارد آمریکا اجازه دهد حمایتش از اسرائیل که اصیل‌ترین متحدش در خاورمیانه است مختل شود. انتظار من این است که دولت جو بایدن به رغم شماری حرف‌ها و معانی انتقادی در ارتباط با اسرائیل آن را وارد حوزه دفاعی نمی‌کند و در آن تغییری نمی‌دهد. Distancing, some rhetorical distancing from the administration, from Israel. I don't expect that would carry out in the defense field.